با نام خدا و سلام بر شما و مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 جوزا سال 1402 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبر. احتمال وضع تحریم‌های بیشتر آمریکا بر مقام‌های امارات اسلامی. کابل اما میگوید تحریم‌ها نه بل تعامل دیپلماتیک دو جانبه میتواند مشکلات را حل کند. این لایحه رئیس جمهور را ملزم میکند طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند. این اقدام تمامی معاملات و مالی که در اختیار طالبان است را مسدود و ممنوع می‌کند. ترزیق بانکنوت های جدید در بازارها تا چند روز دیگر. بانک مرکزی میگوید بانکنوت های 10 و 20 افغانی را جمع‌آوری میکنند و در عوض پول جدید توزیع میکنند. نمایندگی تا پاورتک سره کولای شي چې د هیواد په ټولو برخو کې خپل لسګون او شلګون مندرس بانکنوټونه په نویو بانکنوټونو له کوم اضافي فیس او کمیشن پرته بدل کړي. نابود شدن آخرین کشتی جنگی اوکراین در بندر اودسا. کشتی جنگی نیروهای دریایی اوکراین را که در بندر جنوبی اودسا مستقر بود توسط روسیه منهدم شد. و سرمایه گذاری 148 میلیون دلار در معدن سر-ه‌پل. وزارت معدن و پترولیم میگوید این سرمایه گذاری تا 7 ماه دیگر آغاز خواهد شد. مشروع خبرها. سرپرست رئیس الوزراء همه روزه برای بهبود روند حکومتداری با مقامهای ارشد امارت اسلامی دیدار میکند. مولوی عبدالکبیر که 16 روز پیش عهده‌دار پیش برده کارهای رئیس الوزراء شد، بسیاری از سرپرست وزیران، والیان و مقامهای نظامی را برای ارائه معلومات فراخوانده است. او که روند حکومتداری را عملا دنبال میکند، در کنار دیدار با دیپلمات‌های خارجی با شمار از چهره‌های سیاسی، کادرهای علمی، بزرگان قومی و ورزشکاران دیدارهایی داشته است. آگاهان میگویند که این گونه دیدارها میتواند روند حکومتداری را تقویت کند. پیگیری روند حکومتداری از سوی کفیل ریاست الوزرای امارت اسلامی. مولوی عبدالکبیر پس از آن که سرپرست ریاست الوزرا شده است، بسیاری از سرپرست وزیران، والیان و مقامهای نظامی را برای ارائه معلومات فراخوانده است. آقای کبیر در کنار دیدار و گفتگو با دیپلمات‌های خارجی، مقام‌های زیردستش را همروزه برای ارائه معلومات از نحوه کارشان فرا می‌خواند. او در دیدار با دیپلمات‌های خارجی بارها سیاست خارجی امارت اسلامی را که همانا سیاست متوازن و اقتصاد محور است را بازگو کرده است. طرف امارت به اونا تفهیم شد که افغانستان خواهان تفاهم و مذاکره با جامعه جهانی است و فشار راه هم نیست. وزرا کفیل هم زموږ تاسو مجلس ته راورسید. کفیل ریاست الوزراء در طی 16 روز با شمار از چهره‌های سیاسی، کادرهای علمی، بزرگان قومی و شمار از ورزشکاران کشور نیز در قصر سپیدار دیدار کرده است. قصر سپیدار ستاسو په خدمت کې دی. د هر وخت لپاره زموږ دروازې به ان شاء الله ستاسو د مشورې او ستاسو د وړاندیزونو په وړاندې خلاصې وي. دا به زموږ تاسو اولنۍ اخیرنۍ ناستې نه وي. مولوی عبدالکبیر پیشتر دیدارهایش سیاسی بود، حالا اما امورات دولتداری را در دست دارد. اکثر مقامهای دولتی را از بهر رای معلومات فرا می خواند. دی مجلس کبیر په انتخاب سره او د دوی کتنی دولت سره له سیاسونو سره د ټولو د مشورو اورېدل، د ټولو د غبرګونونو او اندېښنو اورېدل، د ولس سیاسونو او د نظام د منتقدینو وړاندیزونو ته غوږ نیول، دغه ستراتیژیک کومکه او دغه ورکه کړۍ پیدا کړله، او د دغه ورکې کړۍ وصل به د نظام او ملت ترمنځ ټول واټنونه کابو کړي او بل پای نه حل کړي دي کې د ولس او نظام ترمنځ به د اړیکو او پیوستون سبب شي. آگاهان میگویند این روند روال حکومتداری خوب را تقویت میبخشد. آقای عبدالکبیر شخصیتی آگاه و در عین حال وارد بر امور حکومتداری است. اگر حمایت شود روند اجرایی و اداری را میتواند تا حدودی مدیریت کند. پیشتر ملا محمد حسن آخوند همچون رئیس الوزرای امارت اسلامی امورات دولتداری را در اختیار داشت، اما کارهای روزانه دولتش را کمتر رسانه‌ای می‌کرد.
امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با روزا اوتنبایوا نماینده سازمان ملل در افغانستان درباره تعامل دو جانبه افغانستان با جامعه جهانی، وضعیت جاری منطقه و نقشه رای آینده افغانستان گفتگو کرد. امیر خان متقی گفته است از این که امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آمده، زمان آن رسیده است که به جای بحث های تئوریک روی گام های عملی تمرکز شود تا مشکلات مردم کم شود. روزا اوتنبایوا گفته است که اولویت سازمان ملل رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان است و در کنار کار روی وضعیت بشری در تلاش برای کمک در بخش‌های انکشافی نیز هستند. سرپرست وزارت خارجه در این دیدار بار دیگر آمادگی کابل را برای تعامل با جهان اعلام کرد و گفت که امارات اسلامی آماده هر نوع همکاری با نهادهای کمک رسان است. سناتوران جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میخواهند با تصویب یک لایحه تحریم‌های بیشتر را بر مقام‌های دولت سرپرست افغانستان وضع کنند. شبکه خبری فاکس نیوز با نقل از جیم ریش، یکی از سناتوران جمهوری خواه، گزارش داده است که قصد دارند در پاسخ به نقض حقوق بشر توسط مقام‌های حاکم در افغانستان، لایحه‌ای را زیر نام قانون تحریم امارات اسلامی به کنگره آمریکا تقدیم کنند. در همین حال امارات اسلامی میگوید که پالیسی انزواسازی و افزایش تحریم‌ها مشکلات را حل نمی کند، بل باعث ایجاد فاصله ها و تیرگی روابط خواهد شد. معاون سخنگوی امارات اسلامی می گوید که برای حل مشکلات موجود باید از راه های دیپلماتیک تلاش صورت بگیرد. سناتوران جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا قصد دارند تا لایحه‌ای را زیر نام قانون تحریم طالبان برای تصویب به کنگره ایالات متحده پیشکش نمایند که در صورت تصویب این لایحه تحریم ها بر حاکمان افغانستان افزایش خواهند یافت. شبکه خبری فاکس نیوز با نقل از جیم ریش، یکی از سناتوران جمهوری خواه، گزارش داده است که به دلیل نقض حقوق بشر توسط حاکمان افغانستان، او و 18 سناتور دیگر این لایحه را برای بحث و تصویب به کنگره ارائه خواهند کرد. این سناتور آمریکایی از کنگره خواسته که لایحه را پس از ارائه هرچه سریعتر تصویب کند. این لایحه رئیس جمهور را ملزم می کند طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند. این اقدام تمامی معاملات و مال که در اختیار طالبان است را مسدود و ممنوع می کند و همچنین تمامی ویزاها یا سایر اسناد را که اجازه ورود به ایالات متحده را می دهد به اعتبار می کند. کنگره باید به سرعت برای تصویب این لایحه عمل کند. آنان از ممنوعیت ها و محدودیت ها برای دستیابی به منافع سیاسی خود استفاده می کنند. متاسفانه اقدامات دولت بایدن نتوانسته است رفتار حاکمان کنونی افغانستان را تغییر دهد. جیم ریش همچنان گفته که ایالات متحده نمی تواند مقام های دولت سرپرست افغانستان را به سادگی سرزنش کند و از آنها انتظار داشته باشند که رفتار و پالیسی هایشان را تغییر بدهند. تحریم، خشونت و جنگ رای حل مسئله عادلانه و انسانی نیست. ضرورت است که حکومت سرپرست طالبان با احترام به حقوق اساسی و انسانی مردم افغانستان و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد یک قرارداد عادلانه را با مردم افغانستان و کذا با جامعه جهانی به وجود بیاورند تا رای آزادی، عدالت و صلح دائمی در کشور ما تامین گردد و نگرانی های مردم افغانستان، منطقه و جهان به طور کل رفع گردد. در همین حال امارت اسلامی میگوید که پالیسی انزواسازی و افزایش تحریم ها مشکلات را حل نمی کند، بل سبب ایجاد فاصله ها و تیرگی روابط خواهد شد. معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می کند که برای حل مشکلات موجود باید از راه های دیپلماتیک تلاش صورت بگیرد. امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول و پاسخگو در کشور حاکمیت داره. جامعه جهانی و کشورها باید در این راستا مسئولیت خود را ایفا بکنند و این پالیسی انزواسازی، این پالیسی که کدام دلیل قانونی و مواجه نداره، این را باید به پایان برسانه که ما با یک فاز جدید داخل شویم و موضوعات را از طریق گفتگو، مفاهمه و تمام مسائلی که مورد نگرانی آنها است، البته که مسائل بیرونی کشوری ما باشه، با هم در میان بگذاریم.
سناتوران جمهوری خواه همچنان از دولت سرپرست افغانستان خواستند تا برای جلوگیری از تصویب تحریم های بیشتر سیاست های خود را تغییر بدهد و نیز روابط خود را با تمام گروه های تروریستی قطع کرده حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه ها را رعایت کند. امارت اسلامی اما این گونه اتهام ها را رد می کند. بانک مرکزی بانک نوت های مندرس 10 و 20 افغانگی را جمع‌آوری می کند. بانک مرکزی می گوید که سر از تاریخ 16 جوزا روند جمع‌آوری پول های 10 و 20 افغانگی مندرس و توزیع پول های نو آغاز می شود. در ماه های اخیر انتقاد شهروندان از افزایش بانک نوت های کهنه و عدم قبول آن در داد و ستد بالا گرفته بود. تصمیم جدی بانک مرکزی برای جمع‌آوری پول‌های مندرس و کهنه از بازار. مسئولان در بانک مرکزی می‌گویند که این بانک تصمیم گرفته است تا از 16 ماه جوزا روند جمع‌آوری پول‌های 10 و 20 افغانگی را از بازارها جمع‌آوری و در عوض بانک نوت‌های جدید را به بازار عرضه کند. لاشپارسم نیټې څخه د لسګون او شلګون مندرسو بانک نوټونو د تعویز پروسه پیل کړي. درانه هیوادوال د افغانستان بانک او د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره کولای شي چې د هیواد په ټولو برخو کې خپل لسګون او شلګون مندرس بانک نوټونه په نویو بانک نوټونو له کوم اضافي فیس او کمیشن پرته بدل کړي. اتحادیه صرافان هم میگویند که موجودیت پولهای مندرس 10 و 20 افغانگی مشکلات زیادی را به وجود آورده است و هرگاه این پولها جدید شوند میتواند بخش از مشکلات را در داد و ستد روزانه حل کند. په لومړی قدم کې افغانستان بانک لسګون او شلګون لوټونه معرفي کړي دي چې دا باید ټول سي کوزمر هیله او ارزو د افغانستان بانک څخه دغه ده چې ورپسې ډېر ژر 500 او سرګون د مارکیټو څخه ټول کې او په وروسته کې زرګون او 500 ګون زړو بانک نوټونو واقعا په ټول افغانستان کې په ټولو مارکیټونو کې او زموږ ټول هیوادوالو سره یو غټه ستونزه سره د زړو بانک نوټونو په رابطه باندې په ډیرو مشکلاتو کې خلک ورسره اخته دي. بانکونه په مشکل کې ورسره اخته دي، مشتریان په مشکل کې اخته دي، موږ خپله سرپان ورسره اخته یو. آگاهان اقتصادی هم میگویند هرگاه از بازارها به گونه منظم پولهای مندرس جمع‌آوری شود منجر به ثبات پولی در کشور میشود. کله زاړه بانک نوټونه جمعوي او نوی بازار ته عرضه کوي، دا د څو اقتصادي فاکتورونو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. لومړی نرخ د اجناسو راټیټیږي او اعتماد د خلکو په زیاتیږي. شهروندان کشورم میگویند گردش پول فیزیکی در کشور سبب می شود که پول در زمان کم کهنه شود و باید در سیستم گردش پول تغییرات به وجود آید. کلش ما شخص صاحب سلگونی 530 و چاتم ورکول آقا صاحب چانا آقا سل مجبور چو وی چلو نو خود آقا دیر زاله دی صاحب خواهش داغا کام جداغا نوی پیسی بازار ترزه شی خلق با دیر خوشحاله سه. ما از اقتدار بسیار خوشی میکنیم که لوتای درپگی 25 500 پرسوده را که از بین میبرن به مقابلش پول نو میتن. ما از خرید فروش بسیار سخت کسی نمیگیره. ما بسیار از این کاری نکش از این بانک دوستان بانک بسیار خوشی میکنیم. هرچند بانک مرکزی تا اکنون نگفته است که چه مقدار پول مندرس را از بازار جمع‌آوری میکند، اما عملا این روند آغاز شده است. در گذشته هم حکومت در دوره های مختلف پول کهنه را از بازار جمع‌آوری و در عوض پول جدید را تزریق می کرد. ادامه خبرها پس از وقت. ادامه خبرها. آمریکا به استرالیا هشدار داده است اگر مرتکب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در زمان حضور نظامیش در افغانستان شده باشد، روی روابط و کمک‌های آمریکا به این کشور غور خواهد کرد. رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا ابراز امیدواری کرده است که تحقیقات از سربازان استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادار به انجام تحقیقات کند. نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی کشورهایی که طی 20 سال گذشته در افغانستان حضور نظامی داشتند یکی پی دیگر فاش می شد. پس از امریکا و ایتالیا، اکنون استرالیا به اتهامات نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در 20 سال حضور نظامیش در افغانستان متهم است.
نیروهای ناتو در کشور ما به صدها جنایت دست دادند و هزاران مردم ما را به شهادت رساندند، زخمی کردند و خانه هایشان را ویران کردند و زندان ها از آنها پر کردند. و این جنایتی هستند که بسیار یک دمانه پراخ در تمام کشوری رخ داده. این در این خلاصه نمیشه. هرچند ده ها نیروی ویژه استرالیا به قتل 39 غیر نظامی و زندانیان غیر مسلح در افغانستان متهمند، اما امروز محاکمه رابرت سمیت، سرباز نیروی ویژه استرالیا که متهم به کشتار غیرقانونی غیر نظامیان افغان است، در کامبرا آغاز شده است. سمیت در سال 2010 عالی‌ترین افتخار نظامی استرالیا را دریافت کرد، اما به تازگی رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که او در زمان ماموریتش در افغانستان 6 غیر نظامی افغان را کشته است. محاکمه سرباز متهم به اعمال جنایت جنگی استرالیایی در افغانستان یک زندان خوب به تمام طرف‌های جنگ است که در 20 سال گذشته در افغانستان درگیر جنگ بودند. در صورتی که ثابت شود اینا مرتکب جنایت‌های جنگی شدند در افغانستان محاکمه شود. لوید رستیز قوای مسلح استرالیا میگوید که در سال 2021 نامه از امریکا دریافت کرده که در آن هشدار داده شده بود اگر نیروهای استرالیایی مرتکب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در زمان حضور نظامیشان در افغانستان شده باشند، روابط بین نیروها و نیز کمک‌های خود با کامبرا را بررسی خواهد کرد. من نامه از وزارت دفاع امریکا در مارچ 2021 دریافت کردم که در آن هشدار داده شده بود چنانچه نیروهای ویژه استرالیایی مرتکب جنایت و نقض حقوق بشر شده باشند، این سبب خواهد شد ایالات متحده کمک به این کشور و روابط بین ایالات متحده و استرالیا را بررسی کند. رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا نیز ابراز امیدواری کرده که تحقیقات از سربازان استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادارد که در مورد اتهام‌های مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. خانم گاوشان این کار حکومت استرالیا را اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت دانسته است. امیدوارم به محاکمه کشاندن سربازان استرالیایی تنها یک رویداد باقی نماند و طرح اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه او و سایر کشورها را نیز وادارد در این مورد اقدام کنند. پیش از این سرمفتش قوای مسلح استرالیا شواهد و مدارک معتبر را ارائه داده که نشان می‌دهد 25 عضو نیروی ویژه استرالیا در کشتار 39 غیر نظامی افغان و شکنجه دو تن دیگر دست داشتند و همه این قضایا به دفتر سارنوال ویژه برای تحقیقات فرستاده شده است. اخیراً رهبر امارات اسلامی فرمان ایجاد 27 ولسوالی جدید را در سراسر کشور صادر کرده بود که بر اساس همین فرمان ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار به دو حصه تقسیم شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که نام یک ولسوالی شاولیکوت پایان و نام دیگر شاولیکوت بالا گذاشته شده است. باشندگان این ولسوالی هم می‌گویند از این که مساحت و نفوذ این ولسوالی بیشتر بود، یک واحد اداری نمی‌توانست پاسخگوی نیازمندی‌های مردم باشد. اخیراً رهبر امارت اسلامی 27 واحد جدید را در ساختار ولایت‌ها اضافه کرد. یکی از این ولایت‌ها ولایت کندهار است که در آن یک ولسوالی جدید اضافه شده است. بر اساس این فرمان ولسوالی شاولیکوت به دو حصه تقسیم شده است، شاولیکوت بالا و شاولیکوت پایان. شاولیکوت چون که دیر سرحاده پر نفوس سرحاده تو همه ولسوالی دیگه دی پاره موضوع شویده دی دوار ولسوالی و که بخونه و او که وسنه نی ولسوالی و دوار دی پاره دی جنابی ولیسی دی کندهار ملاشدی نخون بشن. بزرگان قومی و باشندگان ولسوالی شاولیکوت هم با ابراز خرسندی از ایجاد یک ولسوالی دیگر میگویند که اکنون میتوانند مشکلاتشان را به آسانی با مسئولان شریک سازند. ولستون زی باید ورحل سی من و محبت باید مستر وکو پر یه سر جلع نسو او هاگ مشیران او مجاهدین چی پا کم منطقات جهادی خدمتون کریوی باید چی پر اگو خلقو باندی یا پشتن او معلومات او حال معلومه ولوکی سوچ پدیا کار دو ولسو دو ولس زلون دیر خوشحال او رازی گرزی. این در حال است که بسیاری از مردم کشور در مناطق کوهستانی و دشت ها زندگی می کنند که کمتر به نهادهای تعلیمی و صحی و ادارات دولتی دسترسی دارند. باشندگان شاولیکوت می گویند از اینکه امنیت در این ولایت تامین شده است
انتظار دارند حکومت برنامه های بیشتر انکشافی را عملی سازد. یک نقاش در ولایت ننگرهار زمینه آموزش خطاطی را برای 100 تن از کودکان یتیم و فقیر فراهم کرده است. این نقاش میگوید که برای این کودکان هنر رسامی، خطاطی و نقاشی آموزش داده می شود. شمار از این کودکان هرچند میگوین خرسندند که برایشان زمینه فراگیری هنر خطاطی و نقاشی فراهم شده است، اما آنان مکان مناسب ندارند. فراهم شدن زمینه آموزش هنر، خطاطی، رسامی و نقاشی برای 100 تن از کودکان یتیم و فقیر اینجا در ولایت ننگرهار. هدف از فراهم سازی یادگیری این هنرها برای کودکان این است که این کودکان در آینده بتوانند از طریق این هنر روزی حلال به دست آورند. ما سرا تقریبا ترسلو زیاد زده کون کدی یتیم او بیوزله چه کده که نیمه خوانده دی وره او نیمه چه دی ماشومان دی نومونگ پو وریا دول در زدگل ورکو ترسنگ قلم و قرطاسی برخه چه ده اغام دویتا ورکو. تعدادی از جوانان و هنرمندان دیگری هم هستند که با آقای عزت الله در بخش های مختلف همکاری میکنند. سرپرست نداری یا یتیمان دی نو هغوی دپاره دغسې یو مرکز جوړ کړی چې دغه دغه هنر د لارې 15 کاله بعد وشي کولی خپل ژوند خپل فامیل د هغې د خدمت او د هغوی د سرپرستۍ جوګه شي. نو موږ هم دغه کوم ځوانان چې وس لري، توان لري، یو احساس لري، یو فکر لري، نو باید دغه د هغې له مخې دلته راشي، دغه مرکز سره دې خپل مرستې وکړي. کودکانی که برایشان زمینه فراگیری هنر خطاطی، نقاشی و رسامی فراهم شده است خرسندند، اما از نبود مکان مناسب شکایت دارند. د عزت خطاط سره خطاطی او رسامی کوم. زه غواړم چې نور هم د خطاطی او د رسامی سره مې علاقه زیاته شي او دغه ځای ډېر تنګ دی خو دا ځای باید لږ آزاده شي. زده کړه کوم رسم او خطاطی او ډېر څه مې زده کړی کې په راتلونکي کې غواړم چې نور هم سم زده کړم. این نقاشان و هنرمندان از دولت می خواهند که به منظور رشد و تقویت هنر رسامی و نقاشی نمایشگاه را راه اندازی کند. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال کرده است. معاونیت اقتصادی میگوید که در این گزارش واقعیت‌ها در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور بازتاب داده شده است. در اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر آمده است که امارات اسلامی به این باور است اگر جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت‌ها بر تعامل مثبت توجه نماید، افغانستان در عرصه اقتصادی بیشتر از پیش پیشرفت خواهد کرد و بار مسئولیت آن از دوش جامعه جهانی کاهش خواهد یافت. معاونیت اقتصادی می‌افزاید که اگر تمامی سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی تصویر واقعی از واقعیت‌های عینی افغانستان ارائه کنند، راه تعامل مثبت با امارات اسلامی هموار خواهد شد. در گزارش بانک جهانی آمده است که صادرات و واردات افغانستان افزایش یافته، ثبات پولی حفظ شده است و عواید داخلی هم بیشتر شده است. دفتر معاونیت اقتصادی همچنان از بانک جهانی خواست است تا کار پروژه های نیمه کارش را در افغانستان آغاز کند. قرار است تا 7 ماه دیگر حدود 148 میلیون دلار روی معدن ولایت سر-ه‌پل سرمایه گذاری شود. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در سفرش به ولایت سر-ه‌پل میگوید که روند سرمایه گذاری روی معدن این ولایت آغاز می شود. با این حال باشنده های ولایت سر-ه‌پل میگویند که با استفاده از عواید معدن این ولایت کارهای زیربنایی به منظور توسعه و ترقی این ولایت نیز روی دست گرفته شود. سرپرست وزارت معدن و پترولیم که برای بررسی وضعیت معدن و روند استخراج آن به ولایت سر-ه‌پل سفر کرده میگوید قرار است حدود 148 میلیون دلار روی معدن این ولایت سرمایه گذاری شود. شهاب‌الدین دلاور به باشندگان سر-ه‌پل وعده میدهد که تا 7 ماه آینده کار عملی سرمایه گذاری در این ولایت آغاز می شود. نزدیک وقت قرار وسه می شود و شروع می شود. شما خود بیتر باز خریدیم که هر چیز اجیب. یعنی رئیس صاحب تا 5 جنوری انشاءالله 148 میلیون دلار یا 900 میلیون دلار می کنند. این طبعا که دهی کوی پشکری می شود. خیری با کلی اینچی می رسد.
یک کلان سر مگذاری که در یک ولایت میشه خودش قمویه ولایت است انشاءالله. در همین حال مقام های محلی و باشندگان ولایت سرپل هم خواسته های مشخص به منظور توسعه این ولایت دارند. تسریع کار استخراج معادن، جذب نیروی جوان تحصیل یافته سرپل در روند استخراج، عملی سازی طرح‌های عمرانی از عایدات به دست آمده از معادن این ولایت از اساسی ترین خواسته های است که بیان می شود. پیشنهاد دروی چه در خیر دغه بده که مش سر ستاسو همکاری ډیری په دغه سکی مش نور د سر همکاری او د کاریګرو په باره کې سرپل ګرد خلک کاریګر دي او مالدان دي او زراعتکار دي کچیری بارمنو ودا و او سره نو موږ و ان شاء الله غنی خپل په دغه باندې حادثه باندې رسیدو. سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم وعده میدهد که در کنار رسیدگی به نیازمندی های اساسی مردم در قسمت استخدام اولویت برای جوانان شایسته و مسلکی این ولایت داده خواهد شد. تابالی کارای وسیعی پروژه تابالی شروع نشد. قرارداد شده در 5 جنوری اولی پلان مالی یا پلان کاری یا پلان اداری یا با ما پیش دو وزارت او رو پرشید نهایی کردیم. از این پس انشاءالله کارا شروع می شود. کدام استعدادا که در جوانای سرپل باشه او استعداد بشه. ولایت سرپل در شمال کشور با داشتن معادن زغال سنگ، معدن نفت قشقری از جمله ولایت‌های غنی از لحاظ منابع طبیعی است و کار روی استخراج معدن نفت قشقری عملا جریان دارد. نرخ ارزها حال هم چند خبر ورزشی. اولین جلسه فنی کمپ تمرینی تیم فوتبال کشور در ریاض پایتخت سعودی امروز برگزار شد. این جلسه که برای معرفه بازیکنان دعوت شده شاغل در فوتبال اروپا نیز در نظر گرفته شده بود، در آن عبدالله المطری سرمربی تیم ملی کشور تعداد جلسات تمرینی، زمان بندی جلسات تمرینی و نحوه انجام تمرینات آمادگی تیم ملی در کمپ تمرینی ریاض را با ملی پوشان شریک ساخت. البته در شروع این جلسه حسین زمانی، یما شیرزاد، توفی سکندری و مشتاق باسد ستاره‌های دعوت شده از فوتبال اروپا با بازیکنان دعوت شده از اردوگاه کابل معرفی شدند. در حالی که قرار است فرشاد نور، کاپیتان اول تیم ملی، امید موسوی و امرودین شریف در مسابقات کافا قرقیزستان به جمع ملی پوشان کشور اضافه خواهند شد. عبدالله المطری در حاشیه از این جلسه محبوب حنفی را به عنوان کاپیتان دوم و فرزاد عطایی را به عنوان کاپیتان سوم تیم ملی کشور اعلام داشت. گفتنی است که اولین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان امشب از ساعت 9 شب به وقت کابل در محل تمرینی ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض آغاز می‌گردد. اولین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال کشور برگزار شد. اولین جلسه تمرینی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور در کمپ ریاض شب قبل برگزار شد. در این کمپ تمرینی ستاره‌های دعوت شده از سوی عبدالله المطری با تمرینات سبک با توپ پرداختن تا با آب و هوای محل برگزاری اردوی تمرینی آشنایی یافته و بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا با بازیکنان داخلی بازی هم دیگر را بیشتر بشناسند. این جلسه تمرینی از امروز پنج شنبه فاشرده‌تر می‌شود که به اساس تقویم تمرینی میلوپوشان کشور صبح امروز به تمرینات فیزیکی داخل جیم پرداختند و شام امروز دومین جلسه تمرینیشان را برگزار خواهند کرد. گفتنی است که تیم ملی فوتبال کشور قبل از سفر به قرقیزستان و شرکت در مسابقات مرکز آسیا کافا اردوی تمرینی یک هفتگی را در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار کرده است. وضعیت هوا. و سپاس از شما که بیننده مجموعه خبری ساعت 8 بودید. خبرها در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.